مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 21 اردیبهشت با اکثریت قاطع از درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل حمایت کرد و به شورای امنیت نیز توصیه کرد تا در رابطه با این موضوع نظری مساعد داشته باشد. در ادامه به گزارشی که همکارم پیرامون این موضوع و برخی از واکنش‌های پیرامون آن تهیه کرده توجه فرمایید. مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی تاریخی از تقاضای فلسطین برای عضویت کامل در این نهاد حمایت کرد و از شورای امنیت خواست این موضوع را با نظر مساعد بررسی کند. رأی مجمع عمومی که 193 عضو دارد می تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند. مجمع با 143 رأی موافق و 9 رأی مخالف از جمله از سوی آمریکا، اسرائیل، آرژانتین، پاپوا، گینه نو، چک و مجارستان و 25 رأی ممتنع از جمله از سوی بریتانیا، آلمان، سوئیس، هلند، اوکراین و ایتالیا این قطعنامه را تصویب کرد. فرانسه، بلژیک، پرتغال و اسپانیا از جمله کشورهای موافق بودند. رابرت وود، عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفته که صلح پایدار در منطقه تنها با راه حل دو کشوری قابل دستیابی است که در آن امنیت اسرائیل نیز تضمین شود و رأی منفی آمریکا به این معنی نیست که مخالف تشکیل کشور فلسطینی هستند. قطعنامه جدید به معنای عضویت کامل در سازمان ملل نیست، بلکه فلسطینی ها را واجد شرایط پیوستن می کند و برای تصویب آن تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیاز دارد. این رأی قاطع در بحبوحه جنگ غزه نشان می دهد که موافقان عملاً یک کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت می شناسند، موضوعی که همواره مورد مخالفت شدید اسرائیل قرار گرفته است. از سال 1988 تا کنون 139 کشور از مجموع 193 عضو سازمان ملل متحد کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. گیلارد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، قطعنامه مجمع عمومی را محکوم کرد و گفت: این قطعنامه عملاً به فلسطینی‌ها وضعیت و حقوق دولتی اعطا می‌کند که در تضاد با اصول منشور سازمان ملل است. در مقابل، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت که فلسطین به تلاش خود برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. هیئت فلسطینی سازمان ملل در نیویورک که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین معرفی می شود، روز پنج شنبه در نامه‌ای به کشورهای عضو اعلام کرد پذیرش پیشنویس قطعنامه به حفظ راه حل دو کشوری کمک می کند. همچنین ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل، در نشست روز جمعه به آمارهای مربوط به کشته شدگان فلسطینی جنگ کنونی غزه اشاره کرد.